سلام، صبح بخیر. بین راه خوش اومدیم. تقریبا 19 سال از افتتاح فروم امنیتی شبگرد میگذره. متاسفانه ادامه دار نشد و هولوش 20 سالی هم از زمانی که بحث امنیت تو ایران به صورت تقریبا جدی شروع شد و فعالیت ادامه پیدا کرد میگذره. تو این مدت اتفاقات زیادی افتاد، بالا پایین های زیادی وجود داشت، شرایط خوب و بد مختلفی اتفاق افتاد که تو این ارائه سعی داریم اونا رو با هم مرور بکنیم و مشخص بکنیم که چی باعث شد وضعیت بازار کار امنیت، وضعیت فعالیت توی زمین امنیت در ایران بشه اون چیزی که هست الان و اون شرایط نامطلوبی که الان وجود داره و همه ازش گلایه میکنن، ببینیم ناشی از چه اتفاقاتی بوده و چه کار میتونیم با هم بکنیم که وضعیت رو خورده بهتر بکنیم. اسم ارائه هم گذاشتم چیتو شد گیتو شد، بر اساس اینکه بزرگ شده شیراز من هستم و به یاد اون دوران گفتم که عنوان اینجوری بذاریم. ولی خب سوال خوبیه، چی شد که اینجوری شد؟ بریم ببینیم. حمید کشفی هستم، برای دوستانی که آشنایی نیستن با من، 36 سالمه، حدود 17 سال تو این زمینه به صورت حرفه‌ای فعالیت میکنم و شاغل بودم تقریبا تو تمام این سالا در زمینه امنیت به عنوان حالا یا مشاور یا محقق یا مدرس و تمام فعالیتم تو زمینه آفنسیو بوده و بخش خصوصی و دولتی هم خارج هم داخل ایران هم خارج از ایران با جای مختلف کار کردم و یه سری از این فعالیت ها باعث شده تجربه هایی پیدا بکنم که الان بتونم در مورد این بحث این رو شاید بشه گفت یه نظری داشته باشم. این رو هم یه رای شخصی و گلای شخصی نیست و یه بحث مستقله در مورد مشکلات عمومی که وجود داشته، ولی خب به هر دلیل تا الان ندیدیم که کسی به صورت یک جا راجع به اونها صحبت بکنه و مرور بکنه. حالا یه سریش به خاطر محدودیت ها بوده و یه سریش و نمیدونم کسی شاید علاقه نشون نداده که اینها رو هم یک جا مرور بکنه. اطلاعات بحثایی که امروز با هم مرور میکنیم تقریبا بررسی 20 سال گذشته و فعالیت ها تو زمینه امنیت هست، نقش فرم‌ها و انجمن‌های امنیتی، نقش سیستم آموزشی کشور، نقش هکرها و افراد به عنوان افراد مستقل حالا یا کارمند تو این زمینه، نقش بازار کار و شرکت‌های بخش خصوصی و دولت و همه اون متغیرهایی که باعث شدن جهت فعالیت‌ها و جهت بازار کار به این سمتی که الان هست. یه موردی که تو این اسلاید هم مشخص کردم اینه که یه سری عبارات و کلمه‌ها رو با کلمات رنگی و برجسته مشخص کردم. با مرور اینا در نهایت و کنار هم چیدن اینا میتونیم یه لیستی از مشکلات داشته باشیم و یه لیست و شاید بتونیم با نتیجه گیری و با نگاه کردن به اونا بتونیم راه حل مشکلاتی که الان وجود داره هم با هم پیدا بکنیم. بیشتر آمد اگر بخواهیم مرور بکنیم، مثل سایر کشورها تقریبا از سال 2000 حالا با چند سال تاخیر ایران هم وارد این قضیه شد و انجمن‌ها و گروه‌های امنیتی مختلفی تشکیل شدن، یه سری فرم‌ها بودن، یه سری گروه‌های تحقیقاتی بودن، ولی تعداد خیلی خیلی کمی از اونها شاید کمتر از 5 مورد بودن که واقعا گروه‌های امنیتی بودن که کار تحقیقاتی انجام میدادن. مواقع بیشتر فعالیت‌های تفریحی بود و کارهایی حالا بیارزش و سطحی مثل دیفیس کردن و موارد این چنینی. بخش زیادی از انرژی و فعالیت عمومی هم بخاطر همین عدم آگاهی و عدم آموزشی که وجود داشت اون دوران اولیه صرف همین کارا شد و متاسفانه همین فعالیت ها نهادینه شد و شد ملاک ارزیابی و ملاک سنجش بار تخصصی و بار فنی یک سری افراد و یک سری فعالیت ها. بودجه دولت و ارگان توجه دولت هم از همون سال تقریبا باشد یکی دو سال تاخیر جلب شد به این زمینه و به موازاتش دولت شروع کرده سری کارها و یه سری برنامه‌ریزی‌ها رو انجام دادن که خروجی بعضی اونا رو حالا با هم مرور میکنیم. بخش دولتی اولویت امنیتی خودش رو بیشتر کرد و حالا از طریق جذب افراد، از طریق فراهم کردن یه سری امکانات خیلی خیلی محدودی حتی اجازه دادن به فعالیت، تعاملش رو با جامعه عمومی هکرها دولت در واقع شروع کرد. از سال 2004 بود اگر اشتباه نکنم که پلیس شروع کرد نیروهای خودش رو آموزش دادن و اولین دوره فارنزیکس برای آموزش نیروهای پلیس برگزار شد سال 2004 و همون پایه و
زیر ساخت چیزی شد که بعدا به اسم پلیس فتا به صورت مستقل چند سال بعد فعالیت خودش شروع کرد. و علیرغم تا تقریبا سال 2007-2008 اتفاق خیلی خاص و عجیب غریبی نیفتاد و روند پیشرفت خیلی معمولی ولی یکم کند پیشرفت، تا اینکه و علیرغم نگرانی ها و بحث هایی که تو فروم های اون زمان وجود داشت و بحث امنیتی بودن فضا مطرح بود، در واقع چیزی که بیشتر افراد راجع بهش حرف می‌زدن ناشی از هیجان کاذب و عدم آگاهی در مورد فعالیت تو این زمینه کاری بود که بعدا بهش میرسیم. متاسفانه دولت هم از این دید اشتباه و کمبود اطلاعات آگاهی متاسفانه سوء استفاده کرد و مرور می‌کنیم که چی شد. شرکت‌های تخصصی هم توی همین دوره تقریبا از سال 2007 در شروع کردن شکل گرفتن، از اون شرکت هایی هست که زمین تخصصی امنیت کار میکردن و مراکز امنیتی دانشگاهی دولتی هم تو همون سالها شروع کردن و پایگذاری شدن و یه سری گرد همایی هم تو محیط های دانشگاهی بیشتر برگزار میشد و مسابقات نفوذ دانشگاهی بود که پراکنده توی دانشگاه بزرگ کشور برگزار میشد. با جدیتر شدن برنامه های دولت و مشخص شدن مسیر دولت برای اینکه چه کاری چه هدفی داره میخواد دنبال بکنه توی فضای سایبری و فعالتر شدن اونها تو این زمینه، متاسفانه ورق و سرعت برگشت در عرض چند سال. خیلی فعالیت ها محدود شدن، دولت خیلی نفوذ خودش رو زیاد کرد و با طمع سود مالی و کنترل به صورت غیر مستقیم دولت عملا بازار تجاری و بازار امنیت تو ایران شد. خیلی از قراردادها و پروژه های مهمی که اون زمان بسته شدن به واسطه رانتا و ارتباطات دولتی بودن و نه صلاحیت های فنی و در اختیار یه تعداد خیلی محدودی از شرکت ها و افراد مشخص. در عرض کمتر از شاید بشه گفت 3-4 سال تقریبا تمام فعالیت های فروم ها و هر چیز عمومی که عنوان فضای باز و آزاد افراد توش فعالیت میکردن بسته شد و خیلی کم شد و دیدیم که خیلی از فرمای امنیتی هم توی همون زمان از جمله شبکه سیم و بقیه بسته شدن که در موردشون بحث میکنیم جای فکر دارم. و توی همون بازه زمانی هم شرکت های امنیتی پوششی زیادی تأسیس شدن که الان منظور از شرکت های پوششی شرکت هایی هستن که در پشت خودشون با بودجه دولتی یا سازمان های دولتی یا اطلاعات یا سپاهی و بقیه و با مدیریت مستقیم اونها در قالب بخش خصوصی این شرکت تأسیس شدن و شروع کردن به جذب نیرو. شرکت خود پوششی هم چیزی منحصر به ایران نیستن ولی خب روش فعالیت اونا تو ایران متأسفانه درست نبوده و باعث خراب شدن وضعیت شده. افراد فعال هم به نوعی به همکاری با این شرکت پوششی یا ارگان های اطلاعاتی و دولتی کم کم ترغیب و هدایت شدن. حالا یه سری از اینا با تهدید بود، یه سری با فراهم کردن امکانات که مرور میکنیم اینا رو، ولی در نهایت دولت و این ارگان ها شروع کردن به جمع کردن همه افراد فعال تو این زمینه در قالب شرکت ها. بازار تجاری خیلی عقب افتاد تو این زمینه و تا سال 2013-2012 تقریبا تمام تحقیقات و پیشرفت ها و انتقال تجربه و فعالیت هایی که توی زمینه امنیت در ایران قبلا وجود داشت تبدیل شد به یه سری جریانات داخلی و پروسه های داخلی شرکت ها و بخش دولتی و شرکت های خصوصی. یعنی کسی تحقیقاتی رو عمومی زیاد منتشر نمی کرد، اگر کاری هم انجام می شد که زیاد انجام شد نتیجه اونها عمومی منتشر نمی شد و حرف از اونها به میون نمی اومد متاسفانه. و در نهایت دولت موفق شد به صورت کاملا هدفمند مسیر نشر آزاد اطلاعات رو به کنترل خودش در بیاره و بازار کار رو مستقیم و غیر مستقیم در اختیار خودش در بیاره. فعالیت تو زمینه امنیت هم مثل خیلی موردهای دیگه که تو کشور شاهدش بودیم قربانی رانت های دولتی و اهداف دولت و خفقان سیاسی شد که از اون زمان تا الان ادامه داشته. چرا موضوع رو انتخاب کردیم برای این ارائه؟ دلیل موفقیت دولت و حرکت تو این مسیر که راجبش داریم صحبت میکنیم بخش زیادش سوء استفاده از افراد بوده، سوء استفاده از فضای اقتصادی و سیاسی بوده که افراد رو مجبور کرده به همکاری یا مجبور کرده به
تغییر مسیر تو این زمینه و ایجاد ترکیبی از حراس و ترس و رقابت ناسالم بین افراد شرکت ها، چه تو بخش خصوصی چه تو بخش دولتی، و این متاسفانه نهادینه شد تو اون سال ها و همچنان هم ادامه داره و باعث عقب رفت یا حتی ضعف به جای پیشرفت توی این مسیر توی جامعه امنیتی توی ایران شد، چه بین هکرها چه بین کسایی که حرفه‌ای توی زمینه کار میکنن. و یه تصور اشتباهی بین افراد متاسفانه نهادینه شد، اونم این بود که انتشار و انتقال آزاد تجربیات سود مالی و معنوی نداره و متاسفانه خیلی انگیزشون رو از دست دادن توی زمینه و هدف همه شد تقریبا سود مالی. و اینکه اولین سوالی بود که چرا من باید تجربیات و تخصص خودم رو آزاد در اختیار بقیه بذارم. و خب همه مشکلات و همه در سر رو نمیشه انداخت کردن دولت، یه سری المان های دیگه هم بودن مثل سیستم آموزشی ما، یه سری ضعف های دیگه مثل روش های اشتباه افراد تو فعالیت تو این زمینه بودن که اینا هم ایجاد مشکل کردن، مثل تکروی افراد، تنبلی افراد، مصرف گرایی ما به عنوان کسایی که تو این زمینه کار میکردیم و ضعف نظام آموزشی. و خیلی از شرایطی که الان حاکم هست نتیجه شاید بگم نصف از اون نتیجه فعالیت یا عدم فعالیت خود ما به عنوان افراد متخصص تو این زمینه هست، تا اینکه مستقیما بخوایم اونا رو به گردن دولت بندازیم. از تعریف اون چیزی که برای هکر وجود داره به عنوان تعریف اصلیش خیلی خیلی دور شدیم. هدف همیشه انتشار آزاد اطلاعات بوده، خلاقیت بوده و تحقیق بوده، ما ازش دور شدیم از این هدف. و تو این دو سه سال اخیر شرایط خورده بهتر شده و نسل جدید هکرها، حالا کسایی که تو اون زمان شاید بچه بودن سن پایینی داشتن، الان وارد بازار کار شدن به صورت حرفه‌ای و نسل قدیمی‌تر که ماها باشیم حالا یا توی بخش خصوصی یا بخش دولتی جذب شدیم یا مهاجرت کردیم، ولی در نهایت رسیدیم به وضعیت ثابت و مشخصی توی زمینه کاریمون و جایی هستیم که میتونیم تصمیم گیر باشیم و از نظر ما تو تصمیم گیری استفاده میشه و وقتشه که از این موقعیت استفاده بکنیم و شرایط های خورده بهتر بکنیم. انجمن های اینترنتی تو اون زمان که خیلی فعال بودن با وجود همه تغییرات، شاید بشه گفت همیشه حتی تا الان جزء فعال ترین روش و بستر ارتباطی برای ادامه بودن. یه بخش شاید محدودیت جغرافیایی بود که همه از شهر مختلف نمیتونستن رو در رو با هم تعامل داشته باشن و مورد دوم شاید ناشناس بودن فعالیت ها بود، اینکه هر کس هر چیزی میخواست میتونست بگه. و شاید این بود که به خاطر شاید این دلیلش بود با اینکه کم بازده بود این بستر اینقدر مورد علاقه بود. توجه به فعالیت های این فروم ها و این گروه ها مگر داشته باشیم عموما معطوف بود به فعالیت های سطحی و یارزش اشاره کردن، مثل دیفیس کردن حالا یا بحث و تحقیقات خیلی مقطعی و شاید بگم سطح پایین که خب بر اساس زمان خودش و کم بوده منابع شاید قابل توجیه باشه ولی زیاد نه، چون کشورهای دیگه هم همین مسیر رو طی کردن ولی با وضعیت خیلی بهتر. وبلاگ‌های فارسی محدودی بودن که کار می‌کردن، حالا یه سری وبلاگ مثل اولین وبلاگی که من خودم توش نوشتم وبلاگ websecurity.ir بود که یکی دو تا شرکت مثلا همکاران سیستم اونا رو اندازی می‌کردن، جنبه تجاری داشت و یه سری وبلاگ‌های شخصی هم بودن که مطالبی رو عرضگاه پست می‌کردن ولی اونا علارغم استقبالی که ازشون شد زیاد ادامه پیدا نکردن. مقاله‌های فارسی زیاد منتشر می‌شد تو اون سال‌ها ولی تقریبا همه مقاله‌ها ترجمه بودن یا ترجمه با دخل و تصرف نویسنده بودن. و یه نکته جالب و مشترکی که بین اکثر حالا تألیفات اون دوره وجود داشت این بود که همه این مقاله ها و وبلاگ هایی که نوشته می شد یه جوری به سبک محاوره بودن، فقط ساختار و استاندارد لازم واسه منتشر کردن مطالب فنی بودن و این برمیگرده و نشون میده ضعف شاید سیستم آموزشی ما رو که افراد توی اون دوره روش نوشتن درست رو بلد نمیدن، این موثر افراد نیستن، موثر سیستم آموزشی میتونه بوده باشه. توی زمینه ترجمه هم کتابا خب مسلما تعدادشون خیلی کم بود، کتابا که فارسی ترجمه شدن و همیشه چند سال عقب بودن از بازار کار و افرادی هم که حالا زحمت کشیدن تو اون سالا کتابا رو ترجمه کردن کار ترجمهشون بیشتر بازاری بوده تا فنی. افرادی بودن که حالا
اول تخصص تو زمینه امنیت نداشتن و وارد دیگه این که در بهترین حالت شاید حالا توی علوم کامپیوتر کتابای دیگری رو نوشته بودن. معدود گروه هایی هم که دور هم جمع می شدن، حالا یه سری فعالیت های دور همی وجود داشت، بیشتر جنبه تفریحی بود، نه با هدف اشتراک اطلاعات و انتقال تجربیات. و چیزی هم به اسم کنفرانس های امنیتی به اون شکلی که مثل دفکان، مثل بلک هات، سی 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 یا خیلی مواردی تو کشورهای دیگه وجود داره، تو ایران وجود نداشت به هر دلیلی. حالا باید بپرسیم از خودمون چرا همچین اتفاقی وجود نداشت. سالا خیلی کنفرانس های دیگه هستن تو کشورهای دیگه که الان 20 ساله یا 15 ساله یا 10 ساله در جریان هستن مدام، ولی تو ایران خیلی موردی و متفرقه این اتفاق افتاد. مسابقات نفوذ هم توی محیط دانشگاه یزدگاه برگزار می شدن که کمک می کرد به جمع کردن آدم ها دور هم، ولی خب اونا فقط محیط دانشگاهی بودن و تعدادشون تا جایی که من یادم خیلی کم بودن. چیزی به اسم هکر اسپیس تو ایران رو نداشتیم، فضایی که آدم ها دور هم جمع بشن، امکانات سخت افزاری حالا یا هر چیزی از در اختیارشون قرار داده بشه، به اون مفهوم چیزی ما تو ایران هیچ وقت نداشتیم، در صورتی که تو کشورهای دیگه شاید یکی از قدیمی ترین و بهترین روش ها بوده واسه جمع کردن آدم ها دور هم. هیچ وقت تو ایران ما همچین چیزی نداشتیم، در صورتی که شرایطش بوده، امکاناتش بوده و هزینه خاصی هم لازم نداشته. تو توییتر قبلا در این مورد بحث کرده بودم، حالا یه سری موافق یه سری مخالف، ولی کلیت و واقعیت اینه که این متاسفانه توی ایران هیچ وقت باب نشده. نزدیکترین ان شاء الله فعالیت های لاگای لینوکس تو ایران بود که اونا فعالیت خوبی داشتن، ولی نمیدونم چرا هیچ وقت توی بازار امنیت این اتفاق نیفتاد. و اگرم فرض کنیم که بهونه افراد رو قبول بکنیم به خاطر مشغله بحث مالی و گرفتاری که وجود داشته، حتی تو رسانه هایی که وقت زیادی هم نمیگیره فعالیت تو اونها مثل توییتر، میبینیم که فعالیت ها خیلی کم هستن. من به طور مثال توی این چند سال گذشته سعی کردم آدمایی که تو این زمینه، حالا چه ایرانی فارسی زبان، چه ایرانی ساکن خارج از کشور که تو ایران شروع کردن کارشون، اینا رو جمع جور بکنم توی لیست. این لیست هنوز بعد از چند سال به 150 نفر نرسیده و یه چیز عجیب غریبی است از نظر من وقتی کل مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه. و حالا فرض کنیم از این 100 نفر چکیده این لیست باشه، از این 100 نفر شاید کمتر از 10 نفر هستن که به صورت مداوم، حالا 10 شاید رقم خیلی پایینی باشه، شاید 20% اونها باشن که به صورت مداوم دارن تو این زمینه پستی میذارن یا فعالیتی میکنن یا کار جدیدی میکنن یا حتی فقط بازنشر میکنن به طور فنی افراد دیگر، که رقم خیلی 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 پایینی است. برای من همچین جای سوال بوده که چرا همچین اتفاقی داره میفته. یه دلیل اینم که همیشه انقدر تاکید میکنم روی این بحث فعالیت های عمومی و تقریب فعالیت و فضای مجازی و غیر مجازی به صورت عمومی و آزاد اینه که همه ما تقریبا تمام چیزهایی که بلدیم تو این سالها یاد گرفتیم، تجربه هایی که کسب کردیم، کانکشن هایی که پیدا کردیم، مبتنی بر اساس همین چیزهایی بوده که کشورهای دیگه انجام دادن و ما ازشون یاد گرفتیم. آدمایی بودن که به صورت آزاد فعالیت‌های خودشون رو منتشر کردن و ما اونا رو خوندیم و یاد گرفتیم و تبدیل شدیم به اون چیزی که الان هستیم. چرا ما به عنوان یه متخصص الان افرادی که تجربه زیاد داریم توی این زمینه همین کار رو برای نسل بعدی نمی‌کنیم؟ و چرا اگر این کار رو نمی‌کنیم چجوری که داریم خورده می‌گیریم؟ چرا نسل جدید تنبل هستن و چیکار نمی‌کنن؟ به خاطر اینکه از ما یاد گرفتن، ما رو ملاک خودشون قرار دادن و دیدن منی که ادعا میکنم 10 سال 20 سال تو این زمینه دارم کار میکنم، هیچ فعالیت خاصی ندارم، هیچ تعلیفاتی ندارم، چرا اون آدم جدید باید این کارو بکنه؟ خب باب میشه این قضیه، کما اینکه این اتفاق افتاده. و نکته مهم دیگه اینه که اگر به تاریخچه افراد و تیمایی که تو این زمینه تو ایران فعال بودن نگاه بکنیم، دیدیم که ایزوله کردن فعالیت‌ها و گروه‌های کوچیک همیشه محکوم به زوال بودن. خیلی آدم‌ها و افرادی که اون زمان خیلی فعال نبودن و بیشتر مصرف کننده بودن، الان یا اثری ازشون نیست یا همچنان تو همون سطح باقی موندن، یا خیلی از افرادی که تبلیغ میکردن به اینکه این اشتراک اطلاعات و تجربیات باید فقط به صورت تجاری باشه و آزاد نشر کردن اونها کار جالبی نیست، تقریبا الان اثری از اونها نیست یا تبدیل شدن به یه سری کلونی‌های خیلی محدود. و اگر همین روال رو تو کشورهای دیگه نگاه بکنیم یا حتی آدمای موفق که تو ایران تو این زمینه وجود داشتن و همچنان فعال هستن، میبینیم که نکته مشترکی که بین همه این آدم ها و همه این گروه ها وجود داره اینه که تو تمام این سال ها اطلاعات خودشون رو، حالا کم یا زیاد، گاهی بیشتر گاهی کمتر، عمومی منتشر میکردن و همچنان ادامه داره.
سیستم آموزشی رو اگر بخوایم یه خورده از دور بهش نگاه بکنیم، حالا تو اسلاید قبلی بهش در مستقیم اشاره کردم، بخت تاثیر خیلی مهمی داشته تو این سال تو وضعیت بازار امنیت، وضعیت علمی و سطح علمی افرادی که تو این زمینه کار میکنن. تحصیلات آکادمیک شاید نقطه شروع و پیش نیاز فعالیت تو این زمینه نباشه، ولی علوم پایه کامپیوتر چرا؟ و نکته ای که نباید اشتباه بگیریم اینه که محل و روش یادگیری و علوم پایه کامپیوتر لزوما تو دانشگاه ها نیستن. لازم نیست حتما بریم دانشگاه بگیریم بتونیم هکر متخصص امنیت خوبی باشیم، ولی بهترین روش به خاطر حالا ساختار سیستم آکادمیک و محیط آکادمیک، منبع و دروس کتاب‌های دانشگاهی هستن که میتونیم مستقل خودمون اونا رو یاد بگیریم و مطالعه بکنیم. و یه نکته مهم دیگه اینه که بخش زیادی از مفاهیم پایه تو امنیت ما در اونا روی اونا مانور میدیم و از اون استفاده میکنیم، در واقع مشترک هستن با همون مفاهیم علوم اولیه کامپیوتر که حالا اغلب تو همون دانشگاه یاد داده میشن. خیلی اینا رو نادیده گرفتن، خیلی از کسایی که تو زمینه به اسم متخصص دارن کار میکنن اینو نادیده گرفتن و همین افراد به خاطر نداشتن این پایه علمی ضعیف گلایه میکنن که من چند سال تو این زمینه حالا دارم کار میکنم ولی پیشرفت خاصی نداشتم، توی یاد گرفتن مفاهیم جدید خیلی مشکل دارم، کند پیش میرم یا ترکش برام سخته. اگر برگردیم و به همه اینو نگاه بکنیم میبینیم که دلیلش شاید این باشه که پایه خوبی نداشتیم، شالوده خوبی نداشتیم واسه یاد گرفتن این مطالب و روی یه پایه و شالوده ضعیف وقتی مطلب جدید قرار میدیم تا یه حدی ممکنه بتونیم حالا با کج در مریض طی کردن مسیر ادامه بدیم و خودمون رو بالا بکشیم، ولی از یه حدی به بالاتر دیگه چون شالوده وجود نداره واقعا غیر ممکن میشه ادامه دادن و پیشرفت کردن از یه سطحی به بالاتر. و این مشکل خیلی از آدمایی هست که تو این زمینه تو ایران دارن کار میکنن. به طور مثال من یه نظرسنجی کردم چند وقت پیش تو توییتر و پرسیدم که از شمایی که فکر میکنید تو این زمینه به صورت حرفه‌ای دارید تو امنیت کار میکنید، چند درصدتون با برنامه نویسی و تحلیل امنیتی کد آشنا هستید و چند درصدتون به بیشتر از یک زبان برنامه نویسی مسلط هستید برای تحلیل امنیتی؟ عمدن این موضوع رو انتخاب کردم به خاطر این بود که یکی از پایه ترین و مهمترین چیزا هست برای افرادی که تو این زمینه کار میکنن و نتیجهش یه جورایی عجیب غریب بود، به خاطر اینکه کمتر از 30% افراد از 80-90 نفری که جواب دادم کمتر از 30%شون آشنا بودن با تحلیل امنیتی کد، یعنی 70% تو تیوال مطالب رو یاد گرفتن و دارن یاد میگیرن. و از اون 30% هم اگر اشتباه نکنم حدود 15% فقط بودن که بیشتر از یک زبان برنامه نویسی مسلط بودن برای این کار. این یعنی این که از کل افرادی که ادعا میکنن تو این زمینه تو ایران دارن فعالیت میکنن کمتر از 20%شون واقعا اون توانایی فنی که مدعی هستند لازمه برای فعالیت تو این زمینه امنیتی رو دارن هستن. و این یه چیز یه واقعیتیه که باید باش روبرو بشیم و اصلا چیز جالبی نیست. این عدد رقم تو کشور دیگه خیلی خیلی بالاتره. و یه نکته مهمی هم که اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم اینه که توی اکثر کشورها که تو این زمینه فعال هستن و بازدهی خوبی داشتن، حالا تو اروپا یا امریکا یا امریکا جنوبی اگر مقایسه بکنیم یا اسرائیل به عنوان مثال به عنوان کشور که خیلی قوی تو این زمینه داره کار میکنه، نکته مشترک بین همه این کشورها اینه که سیستم آموزشی خیلی قوی و خوبی دارن و دانشجوها به محض اینکه از اون سیستم فارغ میشن وارد بازار کار میشن و اون پایه و شالوده خوب قوی دارن بخاطر اینکه خوب بهشون آموزش داده شده. این آموزش فقط مطلب نیست، یه بخش مهمش یاد دادن روش یاد گرفتنه. این خیلی چیزی که بهش کسی توجه نمیکنه، یاد دادن روش یاد گرفتن، و این چیزی است که تو این زمینه کاری ما همیشه ازش استفاده خواهیم کرد. و مشکل مهم دیگه که تو دانشگاه حالا بین افراد تو این زمینه تو ایران وجود داره ضعف تو زبان انگلیسیه. تقریبا همه مطالبی که ما داریم میخونیم و منتشر میشن به زبان اصلی هستن، به زبان انگلیسی. و خب مشخصه اگر با این زبان ما آشنا نباشیم مطالب ویروس رو نمیتونیم یاد بگیریم، کتاب ها رو نمیتونیم مطالعه بکنیم، تو دنبال کردن مطالب به مشکل برخورد میکنیم. زبان انگلیسی کجا یاد میدن؟ توی سیستم آکادمیک، توی مدرسه ما. و خب همه ما مدرسه رفتیم، توی ایران دانشگاه رفتیم، دیدیم که چه وضعیت در بوده اون داره و چقدر به درد نخور است در آموزش هایی که میدن. اکثر کسایی که زبان انگلیسی قابل استفاده ای دارن نتیجه رفتن توی کلاس های خصوصی یا حالا علاقه و مطالعه خودشون بوده. مورد دیگه که به چشم میاد توی دانشگاه و محیط آکادمیک و سیستم آموزشی توی ایران اینه که
کپی برداری و یادگیری توتیوار مطالب به نهادی نمیشه و به دانشجو داره یاد داده میشه و هدف نمره و مدرک است، هدف یاد گرفتن نیست و نتیجه مستقیم اینو میتونیم توی مرکز آپا ببینیم که حالا مرکز امداد رایانه ای هستن که توی محیط های دانشگاهی شکل گرفتن و خروجی ضعیف اونا رو اگر ببینیم تقریبا همه مطالب و چیزایی که منتشر میکنن ترجمه هست در بهترین حالت یا مطالب علمی خیلی ضعیفی که یه جورایی خنده دار است واسه اون همه هزینه‌ای که براش شده. کار خوبم انجام میشه تو مرکز، خوب نادیده نگیریم، گیم ساخت نباشیم، ولی کلیات اگر نگاه بکنیم خیلی خروجی ضعیفی داشتن. و یه مورد دیگه هم که می‌خواستم مرور بکنم اینه که توی ایران قحطی نیست خداییش. دانشگاه‌های خوبی داریم، کتابخونه‌های خوبی داریم، بودجه اختصاص داده شده به خیلی از این موارد، ولی ماها عادت نکردیم مطالبه بکنیم و بریم دنبالش بخوایم که برای ما شرایط فراهم بکنن. توی دانشگاه ما کتابخونه هست و آزمایشگاه هست، ولی خیلی کم پیش میاد افراد ازش استفاده بکنن. کتابخونه ها بودجه دارن برای خریدن کتاب های جدید، افراد میگله میکنن کتاب ها گرون نیستن، در اساس نیستن و فلان، ولی خب میتونیم عضو کتابخونه محل شهرتون بشیم، بگیم من فلان کتاب میخوام برام تهیه بکنن، حالا یا آفست یا هر چیز دیگه ای، وظیفه‌شونه که این کار بکنن و خیلی وقت این کارو میکنن. منتها چون کسی درخواست نگرده آرشیو کتاب ها خیلی قدیمی و به درد نخوره. همین مشکل در مورد پایان نامه های دانشگاهی و تکلیف های دانشگاهی هم وجود داره که به خاطر همین یاد گرفتن توتیوار و یاد گرفتن مصرفگرا بودن و کپیگرا بودن میبینیم که نوآوری توش خیلی کم پیش میاد. از این ساعت 10-20 تا پایان نامه که من کمک کردم به افرادی که مراجعه کردم توی ایران، شاید فقط 2 یا 3 موردش رو سراغ دارم که یه بخش کوچیک حالا نوآوری توی کاری انجام دادن. مابقی تقریبا همه گردآوری مطالب موجود بوده و کپی کردن اونا و ارائه به عنوان مقاله، که خب چیز جالبی نیست. و نکته پایانی در مورد سیستم آموزش این که از دانشگاه نباید انتظار داشته باشیم مطالب جزئی به ما یاد بده و آموزش اکسپلویت نویسی به ما بدن تو دانشگاه. بعضی جا میدن خب خیلی عالیه، ولی وظیفه دانشگاه نشون دادن مسیر یادگیری به شما هست، نه دادن مطلب دقیق و به روز به شما. و این هم تصور اشتباهی که خیلی از افراد دارن از دانشگاهشون و گلایه میکنن که چرا دانشگاه ما همچین چیزایی نداره، به خاطر اینکه وظیفه دانشگاه این نیست. افراد خودشون به عنوان یه بخشی از این جامعه وظیفه خیلی مهمی دارن تو پیشرفت و بهتر کردن شرایط. یه جو کاذب امنیتی که توی فضا تو سالهای میانی وجود داشت این بود که افرادی که توی زمینه کار میکنن، حالا یه به اسم هکر یا متخصص امنیت، یه احساس برتری و خفن بودن خاصی بهشون دست میداد و فکر میکنن به خاطر این زمینه کاری که توش فعال هستن، چه الان چه در گذشته، باید جور خاصی باشون برخورد بشه، اولویت بهشون داده بشه یا هر چیز دیگه. به خاطر همین حتی تو لحن افرادی که مراجعه میکنن برای گزارش آگاهی امنیتی هم میبینیم که حالت طلبکارانه بدی داره و اینو باید بهش فکر بکنیم چرا همچین اتفاقی افتاده. ماها با عنوان متخصص امنیت هیچ فرقی با اون متخصص برنامه‌نویس، با اون متخصص شبکه، با اون متخصص آهنگری و جوشکاری یا با اون متخصص حسابداری نداریم. همه وقت گذاشتیم یه علمیات گرفتیم توش خوب شدیم و داریم سرویس ارائه میدیم. این طرز فکر بهتر بودن و خفن بودن و خاص بودن رو باید از ذهنمون بیرون بکنیم. نکته دیگه ای که نهادینه شده و یه طرز فکر خیلی بدی هست، باب شده بین افراد، اینه که قبلا بهش اشاره کردم، انتشار و انتقال آزاد اطلاعات و تجربیات سود مالی و سود مالی برای ما نداره و چرا باید همچین کار بکنیم. خب من سوالم از اینجور آدم ها همیشه این بوده که خود شما به عنوان کسی که الان متخصص میدین خودت و مطالبی که یاد گرفتی، چیزهایی که بلدی، تجربه‌ای که داری رو از کجا پیدا کردی یاد گرفتی؟ تو ایران که ما تولید علم امنیت نداشتیم، تو ایران که کتاب تو این زمینه تخصصی که تألیف شده باشه و ترجمه نباشه که ما نداشتیم، افراد که تحقیق خیلی به روز و خاصی انجام ندادن تو چند سال تو ایران به صورت عمومی بوده ولی موردی. پس شما از کجا یاد گرفتید مطالب؟ خود شما به عنوان کسی که الان همچین حرفی میزنه که انگیزه براش نیست، سود مالی نداره، مدیون اون کسایی هستی که این طرز فکر رو نداشتن و مدیون اون افرادی هستیم که اطلاعاتشون رو به صورت آزاد در اختیار ما گذاشتن بدون اینکه توقعی داشته باشن یا بدون اینکه به این فکر بکنن که حالا من 5 سال روی این زمینه کار کردم، این مقاله رو نوشتم، شما بیاید استفاده کنید. هیچ وقت این فکر نکردن که سودش برای من چی بوده. طرز فکر اشتباهی که هم آدم ها دارن هم شرکت ها دارن توی ایران و
نتیجهش رو خب دیدیم تو این سالها، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، جو مرده ایجاد شده، ولی در مقابل به شرکت خارجی و افراد خارجی اگر نگاه بکنیم میبینیم که با سرعت خیلی زیادی دارن پیشرفت میکنن، به خاطر اینکه دارن به عنوان یه گروه اطلاعاتشون رو هم شیر میکنن، در اختیار هم میذارن و بدون چشم داشت مقالهاشون رو منتشر میکنن. درست حالا کنفرانس های زیاد جنبه تجاری دارن، جنبه تبلیغاتی دارن، ولی همش این نیست، همش قضیه تبلیغ و تجاری نیست. یه بخش زیادش روح آزاد انتشار اطلاعات است که این زمینه کاری بر اساس شکل گرفته. و دو تا شاید رمز موفقیت یک کدوم اینجا مشخص کردم اینه که اول منتظر کسی نباشیم برای گرفتن جواب سوال هم به عنوان یه تازه کار. اگر سوالی داریم بریم وقت بذاریم، مطالبه کنیم، زحمت بکشیم، در همون سرویس بشه، یاد بگیریم و درستش هم همینه. اگر در کنارش کسی جواب سوال ما رو داد خب چه بهتر. و الا منتظر کسی نشیم، حالا یه پست تو فروم بذاریم یه جایی از یه کسی سوالی بپرسیم بشینیم که اون طرف جواب ما رو بده. رمز موفقیت دوم، حداقل روشی که من خودم تیک کردم و به نظرم موفق بود و آدمای اطرافم که به نظرم آدمای موفقی بودن، حالا ایرانی یا غیر ایرانی، خوب پیش رفتن، این بوده که همیشه به دیگران کمک کردن، دوستانه برخورد کردن و چیزایی که یاد گرفتن و بدون چشم داشت به دیگران یاد گرفتن. سعی کنیم که اینجوری باشیم، سعی کنیم که طلب از کسی نداشته باشیم و به همین نسبت بقیه با ما برخوردشون به همین شکل میشه. و مورد دیگه این که سعی کنیم تو این زمینه کاری بازیچه فعالیت‌های دولتی و گروه های سیاسی نباشیم. به عنوان کسی که حالا تو این زمینه کار میکنیم، ما ابزار خیلی خوبی هستیم برای پیش بردن یه سری کارا. نمونش همون حالا دیفیوز کردن ها یا گرفتن دسترسی برای پیدا کردن اطلاعات و حمله به افراد سوء استفاده و کارهای اینجوری. سعی کنیم بازیچه کار دولت نباشیم. همه مثل من مخالف شرایط دولت و وضعیت دولت الان ممکنه نباشن، ممکنه خیلی طرفدار باشن. یه عقیده شخصیه، من به شخص موافق وضعیت و طرفدار دولت ایران نیستم به ایشون و براشم دلیل دارم. منتها چطور بگم، اینو القا نمی‌کنم به بقیه، هر کس ملاک خودش تصمیم گیری بکنه و همکاری با ارگانهای دولتی و با کارهای با سازمان های اطلاعاتی یا پلیس یا هر چیز دیگه جوان نیست، به چیز عجیب و اشتباهی نیست، همه جای دنیا این رویه کاری وجود داره. منتها فرقی که ایران با بقیه جا وجود داره اینه که متاسفانه دولت رو استفاده میکنه از این شرایط و تو هدف و مسیر اشتباه از این تخصص در افراد استفاده میشه. این دیگه بستگی به خود شما به عنوان شخص متخصص و حرفه‌ای هست که با اخلاق و وجدان خودتون ملاک قرار بدید که میخواید همکار و کمک کننده تو این مسیر باشید یا نه. بعضی ها موافقن انجام میدن، بعضی مخالفن مجبورن انجام بدن، بعضی ها مخالفن و شرایطش رو دارن و انجام نمیدن. این یه چیز کاملا شخصیه ولی خب باید بهش فکر میکنیم. مورد دیگه این که افراد تازه کار تو این زمینه باید بهش توجه بکنن این که دولت حالا با پناه ایران متاسفانه خیلی وعده های تو خالی میدن، حالا وعده های امنیتی، این که کسی دیگه بتونه میتونه بگه بالا چش در رو و گیر بده و ما هر جا گیر کردیم بهت کمک میکنیم، یا تطمیع میکنن، وعده های مالی میدن، یا حتی صحبت های مسخره مثل اینکه بیا این کار رو برای ما انجام بده در راستای ارق ملی و فلان و این مزخرفاتی که ممکنه خیلی شنیده باشن. اینا همه روش است برای فریب دادن افراد برای جذبشون. یه چیزیه که وجود داره ولی کسی شاید علنی بهش بر دلیل راجع بهش صحبت نمیکنه. همچین چیزی نیست، چیزی به اسم ارق ملی اینا وجود نداره. درست حالا یه سری میان پرستن علاقه دارن کشورشون کمک بکنن، ولی اون کسی که داره شما رو جذب میکنه، اون کسی که داره به شما همچین حرفی میزنه، در قبال کاری که شما براش انجام میدید یا از شما میخواد براش انجام بدید، هزینه و بودجه گرفته و وقتی به شما این حرفو میزنه که شما بیاین کارو برای من مجانی انجام بده، به قیمت پایین انجام بده، داره از شما دزدی میکنه. به این چیز خیلی واضحه و روکیه و بارها بوده که با خود من همچین برخورده شده و من قبول نکردم. متاسفانه افرادی بودن که شرایطشو نداشتن که قبول نکنن و ادامه دادن و این عرف شده. و خلاصه این که گول همچین حرفایی رو نخورید. و یه مورد دیگه که توی این حالا بحث فعالیت توی این زمانی بوده که توی یه سری سالا باب شد که خیلی ها با تهدید و تطمیع و با ترسوندن جذب سیستم و جذب این شرکت ها کردن و جورشون کردن و همکاری. نکته مهمی که در این مورد هست اینه که تنها نکته اتکای دولت یا ارگان‌های اطلاعاتی یا پلیس برای
جذب شما و ادامه فعالیت به این روش این بوده که اولین جمله به شما اینه که در مورد با هیچ کس حرفی نزن، ما تهدیدت میکنیم ولی اگر با کسی بگی پدرت رو در میاریم فلان. این مخفی نگه داشتن و شخصی نگه داشتن تهدیدات فقط کمک میکنه به بیشتر شدن این روال کاری. با علنی کردنش باید هزینه این کار رو برای دولت و برای اون ارگان ها بالا ببریم و 5 نفر 10 نفر اعتراض بکنن، در مورد نفر 15 هم ممکن خیلی با دقت بیشتری هم از همچین روشی استفاده بکنن. نمونه هاش هم حالا من قبلا تو وبلاگ هم نوشتم و برای افراد مختلف ممکنه پیش اومده باشه ولی جاش تو این حالا ارائه نیست که راجبش صحبت بکنیم. و یه مورد دیگه که حالا با دوستان من صحبت میکردم بود که فعالیت مستقل تو ایران همه میگن امکان نداره انجامش بدیم، همه وابسته به دولت هستن، همه مجبورن. من زیاد با این موافق نیستم حقیقتش، به خاطر اینکه حالا تو زمانی که سالی که ایران هم خودم کار میکردم مشابه همچین شرایطی بود، همکاری بوده، پروژه برای دولت من انجام دادم، چیزی مخفی نیست، ولی همیشه سعی کردم که حد مرزی براش وجود داشته باشه. بخش خصوصی هم الان خیلی بهتر شده به نسبت 10 سال 15 سال پیش، جای کار هست به شرطی که خود طرف علاقه داشته باشه و بگرده و روش تمرکز پیدا بکنه. درست دولت دخالت میکنه رو گرفتن پروژه ها، رانت هست، مشکل سوء استفاده هست و مورد اینجوری، ولی لابلای اینا میشه کار خوب هم انجام داد. و مورد آخر این که عرض و فروشی نکنیم توی زمینه کار. خیلی شرکت ها میان به افراد متخصص ها بر اساس نیاز و اجبار که وجود داره بین اون افراد میگن که تو بیاین پروژه رو برای ما ارزون انجام بده، ما پروژه های بعدی رو تو رو دخیل میکنیم یا به وعده میدن که پروژه بعدی میدن. این هم یه روش کثیف دیگه یه که خیلی شرکت ها مخصوصا تو بخش دولتی ازش استفاده میکنن برای ارزون انجام دادن کار. و شما یه دونه دو تا پروژه رو ارزون انجام بدید، این دیگه میشه قیمتتون تو بازار کار در آینده و خودتون در واقع به خودتون ضرر مالی زدید. در صورتی که گفتم قبلا کسی که داره به شما پیشنهاد میده که ارزون کارتون رو انجام بدین، از اون ور پول کمتر نمیگیره، پولش رو گرفته و در واقع داره تلاش میکنه سود خودش رو از جیب شما بیشتر بکنه. مورد مهم دیگه که خیلی کم دیدم راجع بهش صحبت بشه، فعالیت کمرنگ خانم‌ها تو بازار امنیت تو ایران هست. آدم‌هایی هستن که حالا فعالیت میکنن، یه تعداد بودن مهاجرت کردن خارج از کشور، ولی متاسفانه حالا چیزی که من خودم دیدم، شاید منم حتی به نوعی خواسته یا ناخواسته مقصر بودم تو این مسیر، این بوده که فضا رو ناامن کردیم برای خانم‌هایی که میخوان تو این زمینه فعالیت بکنن. توی یه سری شرکت‌ها که عملا رو کفوس کنده نیروی خانم نمیگیرن، خانم تخصصی، و توی یه سری سازمان هم هستن که همیشه به عنوان کارمند درجه دوم به خانم‌ها نگاه میکنن. این دیدو باید کمک بکنیم که حلش بکنیم و رفعش بکنیم. این قسمت هم روک و خودمونی بگم که جای دختروزی و آدم پیدا کردن و کارهای اینجوری آن رابطه گرفتن توی این زمینه کاری نیست. میخوایم همچی کار رو بکنیم، بستر زیاده واسه حالا لازم نیست راجبش صحبت بکنیم، ولی جوری نباشه که یه خانم به عنوان یه کسی که داره توی مسیر تازه یاد میگیره اطلاعات و میخواد خودش رو بالا بکشه، باید سعی بکنیم شرایط جوری باشه که اون شخص به عنوان یه خانم نگران این نباشه که بیاد حالا به من با تجربه پیغام بده و من در کنار اون تجربه که در اختیارش میذارم انتظار دیگه هم ازش داشته باشم. این بدترین حالته و متاسفانه وجود داره. حالا تقریبا هم دیدم تو تویتر راجبش بحث شده بود، ولی این چیزی است که ما به عنوان افراد باید درستش بکنیم. دیگه این گردن دولت و فرهنگ و اینا نیست، من و شما مسئول این قضیه هستیم، باید سعی کنیم درستش بکنیم. در مورد کتاب هم قبلا گفتم، حالا زیاد توی یه ویدیو قبلا منتشر کرده بودم گذاشتم، بحث رو مجبورم خلاصه بکنم اینجا. ولی یه دلیلی که همیشه روی مزیت کتاب‌ها به عنوان روش یادگیری تاکید کردم اینه که ساختار مشخص دارن و جلوی از این شاخه به اون شاخه پریدن رو میگیرن به نفع و حتی باعث کمتر شدن هزینه یادگیری هم میشن تو این مسیر. بحث خیلی طولانیه ولی خلاصه شغل بخوام بگیم این که اگر یه خورده حوصله به خرج بدیم یه کتاب کامل بخونیم، حالا تو هر زمینه‌ای که داریم یادش میگیریم، باعث میشه ما رو تو مسیر مستقیم نگه داره و ذهن ما وقتی مطلب پراکنده کمتری درگیرش باشه، خب مسلمان بهتر یاد میگیریم اون مطلب رو. و خب هر کس حالا یه چیز شخصی، هر کس یه روش مختلفی واسه یادگیری داره، ولی توی اکثر روش های پربازده اگر نگاه بکنیم، حالا کلاس ها رو نگاه بکنیم، دوره ها رو نگاه بکنیم، کتاب یا مقاله های اکادمیک،
نکته مشترک همه اونا ساختار مطلب است که باید بهش توجه بکنیم و یاد گرفتن. یه مورد دیگه که ببندم این قضیه رو، همکاری با گروه ها و پروژه های آزاد و چیزایی مثل اوبرت یا بنیادهای دیگه که وجود دارن، متاسفانه تو این سالا من تقریبا تمام چیزی که دیدم همکاری اسمی بوده. آدم ها فقط رو سرکله هم بالا میرن که بتونن عضو این گروه باشن، اسمشون توی اون وبسایت خاص باشه، یه ایمیل از اون ارگانیزیشن خاص داشته باشن. این روش کاملا اشتباهیه. باید همکاری که داریم سعی کنیم همکاری واقعی باشه، نه اسمی و فقط مصرف کننده نباشیم. اینا هم جاداش که بگم اون ممکنه به بعضی بر بخوره، ولی خب واقعیت اینه و متاسفانه نرم کار الان اینجوریه تو ایران. سعی کنیم اینو درستش بکنیم. بریم سراغ شرکت ها. طولانی شد، چه دقیقه گذشت، قرار بود 30 دقیقه منو جمعش کنم. تا همین اواخر هم تعداد خیلی کمی از شرکت های فنی تو زمینه امنیت حضور و فعالیت و از طریق انتشار اطلاعات یا مقاله و ابزار اینا داشتن تو ایران. این هم برخلاف چیزی است که همه جای دیگه دنیا وجود داره. اگر نگاه بکنیم شرکت تقریبا تمام مقاله ها و چیزهایی به درد بخوری که تو این زمینه داره منتشر میشه، میبینیم که وبلاگ های شرکت ها یا افرادی هستن که توی ساعات اداری وقت گذاشتن و مقاله ها رو نوشتن. یه نکته جالب که وجود داره اینه که توی اکثر شرکت های اروپایی و آمریکایی کارمندا 10 بسته به شرکت بین 10 تا 20 درصد وقتشون رو مجاز هستن که صرف بکنن روی تحقیقات دلخواه خودشون توی ساعت اداری. و نتیجه خیلی از چیزهای ارائه که توی کنفرانس ها میبینیم همین ساعت ها و همین کارها هستن. پس یه چیزیه که سودش هم خود اون شرکت میبره، هم شخص میبره، هم در نهایت جامعه امنیتی تون کشور بازخورده نمیگیره و اطلاعات جدید پیدا میکنه و دانش جدید تولید میشه. این هم تو ایران اصلا وجود نداره. انقدر کار میریزن سر اون کارمند بیچاره تون شرکت که وقتی واسه حتی مطالعه معمولی هم وجود نداره. و اینو هم فقط ماها به عنوان کارمند متخصص با مطالبه کردن میتونیم شاید درستش بکنیم و چیزی هست که من کمتر به گوشم خورده. و یه مورد دیگه که شرکت ها خیلی باهاش دیدم درگیر هستن و با چند تا دوستام من مشورت کردم و سوال کردم ازشون، اینه که بحث دخالت دولت بود که شرکت های فعال تو این زمین، حالا چه شرکت های آیتی چه شرکت های امنیتی، 10 تا 20 تا تو موردی حالا بهم گفتن که تا 30 مورد بعد مجوز از ارگان های مختلف از وزارت دفاع فلان 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 بعد بگیرن که بتونن تو این زمینه راحت کار بکنن. هر کدوم از این مجوز هم هزینه داره و چند ماه طول میکشه گرفتنشون. حالا شما حساب بکنید چند سال ممکنه طول بکشه که یه شرکت بتونه رو پای خودش بایسته و چقدر باید هزینه بکنه که بتونه تازه شروع بکنه به کار کردن تو این زمینه. وضعیت مزخرفیه که دولت ایجاد کرده به اسم، حالا تو اون اسلاید قبلی گفتم که به اسم نظارت، اسم این مجوز ها رو گذاشتن نظارت و حالا استانداردسازی، ولی عملا دارن کنترل میکنن بازار کار رو از طریق این چیزا. و مورد دیگه این که بازار کار به خاطر اینکه این تحقیقات عمومی وجود نداشته، به خاطر اینکه افراد کارهای جدید یا کارهای پیشرفته انجام ندادن، به صورت عمومی در اختیار همدیگه قرار ندادن، سطح نیاز فنی و سطح علمی جامعه هم خیلی پایین مونده و به همون ترتیب پروژه‌ای هم که داده میشه و گرفته میشه سطحشون پایینه در مقایسه با کارهای خارج از کشور اگر نگاه بکنیم. و خب اینم یه بخشش مقصر شرکت‌ها هستن، یه بخشش مقصر ما هستیم به عنوان متخصصین به خاطر اینکه یاد نگرفتیم تکنولوژی جدیدتر رو، حالا روش‌ها و تکنیک‌های جدیدتر رو، و یه وقتش هم خب متأسفانه دولتی که این محدودیت‌ها رو ایجاد کرده و سطح پایین نگه داشته شده به هر دلیل. ولی در نهایت اینکه همون کسایی که دیروز تو این فرم‌ها فعال بودن به عنوان هکر و پست می‌ذاشتیم یا پست وبلاگ چیزی داشتیم، الان مدیر متخصص هستیم تو شرکت‌های مختلف تو زمینه امنیت و قدرت تصمیم‌گیری داریم و میتونیم امکانش رو داریم که کاری انجام بدیم و مسئول هستیم که همچین کاری رو انجام بدیم در مقابل نسل جدیدی که وارد بازار دارن میشه. و برگردم دوباره به سری به دولت دوباره داریم زیاد گیر میدیم، این که دولت واقعا دلسوز مردم نیست تو ایران. خیلی از کارهایی که دارن انجام میدن تو دولت به اسم حالا به نفع مردم هست در واقع اهداف سیاسی و مالی خودشون بوده. خیلی از این بودجه‌هایی که تصویب شده، خیلی از این مجوزهایی که تعریف شده، خیلی از این پروسه‌های کاری که شرکت‌ها مجبور یا افراد مجبور هستن به پیروی اونها، در واقع فقط هدف مالی بوده. دولت با پول به گوششون به دماغشون خورد و مسلماً سعی کردن بهترین روش رو کنن.
نمونه پروژه های بومی به درد نخور و جایی که برشون انجام شده رو هم دیدیم. نمونه شما این پیغام رسان های داخلی و موارد مختلفی تو جاش اینجا نیست بس بکنیم. ولی در نهایت بعد از چند سال دیدیم که اون پروژه ها و اون فعالیت هیچ اثری ازشون نیست، غیب شدن، میلیارد ها پول صرف شده ولی هیچ تغییر تو شرایط ایجاد نشده. یه مورد دیگه که بحث شد راجع بهش باشم تا دوستان، نهادها و فعالیت های موازی بودن تو زمینه امنیت تو ایران، که خب این چیز عجیبی نیست، تو همه دنیا وجود داره راجع به یه زمینه امنیتی خاصی فقط فیلد خاص چند تا سازمان دولتی توی خیلی از کشورها وجود دارن. این چیز منفی نیست و این جا داشت اینجا بهش اشاره بکنم. سوال چند نفر از دوستان هم و فعالیت های سایبری دولت هم چیز غیر منتظر و عجیبی نیستن. همه کشورها حمله میکنن، همه کشورها از هم دیگه جاسوسی میکنن، چیز عجیب غریبی نیست. منتها سوال مهم این که قبلا بهش اشاره کردم اینه که آیا ما دولت قابل اطمینانی داریم و آیا هدف درستی دارن از این زمینه و سودش اصلا برای مردم هست یا سودش صرفا برای یه عده خاص یا گروه خاص یا یه هدف سیاسی خاص به دولت. و در مورد مشکل دخالت دولت هم توی اسلایدهای قبلی گوشه کنار بهش اشاره کردیم. دولت به اسم نظارت عملا داره کنترل میکنه و مونوپولی ایجاد کرده، ولی خب هدفش و خروجیش مشخصه. این سبک نظارت من هیچ جای دیگه دنیا شاید بتونم بگم ندیدم، تو کشورهای پیشرفته یا کسایی که فعال کشورهایی که فعال هستن تو این زمینه. تو امریکا یا اروپا اگر شرکتی هست که کار امنیتی میکنه مستقل هست که کارش انجام بده، تو هر زمینه محصولش رو تولید بکنه، یه سری استانداردها هست که باید رعایت بشه درست، ولی چیزی به اسم یا شبیه این مجوزهایی که تو ایران وجود داره واسه کار کردن رو پروژه ها اینا وجود نداره. من هیچ وقت ندیدم این چند سال تو این 7 8 سال. و تنها مورد شبیه به این که من دیدم این هست که اگر قرار شرکتی با اطلاعات طبقه بندی شده دولتی سر کار داشته باشه، یک نفر یا یک گروه توی یک شرکت میره و اون حالا کلیرنس رو میگیره و کار میکنه. هیچ وقت کل یک شرکت رو الزام نمی‌کنن به اینکه یه گواهی بگیره یا یه پروسه رو طی بکنه. مثلا اون تو اسلاید قبلی بهش اشاره کردم، اسمش رو فراموش کردم، نما، نظام مدیریت امنیت اطلاعات. عملا شرکت های فعال توی زمینه امنیت رو وزارت اطلاعات مجبور میکنه که بک‌گراند چک بشه برای تمام پرسنل. حالا ممکن خیلی اینو ندونن، من خودم تو امنیت واقعا نمیدونستم، برام چیز جدیدی بود. عملا همه بک‌گراند چک میشن صرف اینکه میخوان وارد یک شرکت بشن که کارش رو تست نفوذه. این چیز عجیب غریبیه، خیلی جو و بسته و محدود میکنه. و مورد دیگه ای که دولت اثر خیلی بدی گذاشته و بخش دولتی بخش خصوصی رو در واقع لای منگنه قرار داده و کند کرده، بحث مناقصه های دولتی هستن. خب خیلی جاها خصوصی سازی شدن، خیلی شرکت های دولتی پروژهاشون رو دارن میدن به شرکت های خصوصی در قالب مناقصه ها، ولی خب اگر شما جز افراد بشید تو شرکت های خصوصی کار کردن، من خودم تجربهش رو داشتم، فکر میکردم رفت شده ولی الان باز پرسیدم دیدم بازار همون افتضاحی که بوده هست. به اسم مناقصه رقابت ناسالم ایجاد میکنن و عملا پروژه رو میدن به اون شرکتی که از اول هدف خودشون بوده و تمام اینا کشف یه جوری بازی کردن با کاغذ و زمان هست برای اینکه در نهایت پروژه رو بدن به اون افراد و شرکت هایی که مد نظر خودشونه، که اینم چیز سالمی نیست. اینم یه رویه که متاسفانه دولت روش کنترل داره و من و شما به عنوان شخص یا شرکت خصوصی ممکنه زیاد نتونیم روش کار بکنیم. و بحث مرکز سر تمام زیاد راجع بهش صحبت شده و بودجه سنگین دولت داره برش میزه. مرکز ماهر رو داریم، مرکز آپا رو داریم، تو بخش‌های دولت مرکز هفتار رو داریم. همه اینها نکته عجیب غریبی که من توش میبینم وجود داره. کار خوب توشون میشه درسته، ولی نکته جالب و عجیب غریب بین همه اینها اینه که منابع اطلاعاتی همه این فعالیت‌ها و همه این گروه‌ها شرکت‌های تجاری خارجی هستن و گزارش‌هایی که منتشر می‌کنن. تصور اینو بکنین که یه اتفاقی در جریان هست که بارها پیش اومده، همچنان هم در جریان هست، یه اتفاق سایبری داره رخ میده، ولی خارج از ایران، امریکا، اروپا، دولت اون کشورها رو مجبور میکنه که راجع به این مطلب عمومی چیزی منتشر نکنن و این چیز عادی هست. و شما فرض کن که یه مرکز مثل مرکز آپا یا یه مرکز مثل مرکز ماهر وابسته به اون گزارش‌های آزادی است که منتشر میشه، اگر اینا غلط بشه چه اتفاقی میفته؟ یا حتی گزارش تحلیل‌های امنیتی بعد از سالی که تو ایران داره اتفاق میفته، تا
تحلیل اصلی که ملاک ارزیابی و ملاک تصمیم گیری تو ایران هست خروجی شرکت های امنیتی خارجی است. بخوام یه چیز خنده داریه با این همه بودجه میلیاردی که صرف این داستان شده و این همه آدم متخصص و خبره که تو ایران وجود دارن، ولی میدون کار متاسفانه نداره. و یه واقعیت پنهانی هم که برخلاف همه تبلیغاتی که دولت میکنه تو این سالها تو شعار میکنه پروژه تصمیم کردن چون سفر دفاعی و این زخرفاتی که تو اخبار تبلیغ مردم میدن این که علافند غیر عامل کمک کرده به این قضیه و شرایط بهتر شده، نه اصلا اینجوری نیست. به عنوان کسی که 8 سال 9 سال توی بخش آفنسیو خارج از ایران با شرکت های آمریکایی کار کردم میگم که خیلی هم اتفاقا موفق بودن تو نفوذ به زیر ساخت های ایران. اتفاق افتاده حالا خیلی وقتا پیش میاد خبر عمومی نمیشه، منتها اوضاع خیلی افتضاح تر از اونی هست که وجود داره و خیلی نباید فریب همچین چیزی و فریب قدرت سایبری و این داستان رو خورد. یه نکته جالب دیگه این که همیشه توجه من جلب میکنه اینه که خیلی وقتا میبینیم توی رسانه های خارجی، توی کشورهای خارجی، توی وبلاگ های خارجی از قدرت سایبری و تخصص و پشتکار و نمیدونم چیزهای حملات سایبری ایران حرف میزنن. درسته تا حدی وجود داره چون کشور ایران جزء کشورهای قوی است، اما همه این تبلیغات به خاطر این هست که پول اون شرکت ها توی تبلیغ بر علیه ایرانه. ممکنه از درجه 1 تا 10 اون حمله که اتفاق افتاده علیه شرکت خارجی توی سطح 2 باشه، ولی توی اخبار میشنویم که سطح 9 و 10 صرفا به خاطر اینکه باهاش بودجه بگیرن اون شرکت ها یا اون دولت ها، بودجه تصویب بشه شرکت خصوصی محصولاتشون رو بفروشن و همین داستانی که تو ایران وجود داره اونجا هست. پس خیلی فریب اینو نخوریم که توی رسانه خارجی میگن ایرانی فلان و بهمان هکرهای ایرانی فلان کار کردن. نه، خیلی از اینا پروپاگاندا هست و واقعیت فنی نداره و اگر وارد جزئیاتش بشیم میبینیم که خیلی اتفاقا شرایط پیش پا افتاده و ضعیفی هم وجود داره که خود اینم باز یه نتیجه عکس همون کارهایی از محدودیت هست که خود دولت ایجاد کرده و سطح حمله سایبری خودش رو هم پایین آورده به خاطر اینکه بازار و فعالیت های آزاد تو ایران وجود نداشته و سطح علمی و بقیه پایین مونده. طولانی شد، من یه راه رو باید جمعش بکنم و حرف آخر رو همینجا نوشتم. خیلی از مواردی که اینجا گفتم ممکنه کم و زیاد باشه، اشتباه باشه، خیلی حرفا رو من نتونستم اینجا عمومی کنم به خاطر زمان، مشکلی گفتنشون ندارم، ولی خب محدودیت های زمانی داشتیم. و اگر چیزایی که گفتم، اگر مشکلاتی که اینجا بهش اشاره کردیم برای شما آشنا هست و چیزی هست که شما هم درگیرش بودین، سعی کنیم اینو باب بکنیم که توی فضای بازار، توییتر، وبلاگ، روزنامه، هر چیزی که می‌بینید، توی بحث و جلسات دولتی، خصوصی، شرکتی، اینا رو مطرح کنیم، راجع بهش بحث بکنیم. فقط گیر ندیم به مطالب فنی و پول و مالی و این داستان. اینا هم چیزای مهمی هستن که حالا مستقیم نه غیر مستقیم حتما توی آینده کاری همه شما اثر میذارن. پیگیرش باشید، مطالبه بکنید و سعی بکنید که وضعیت رو یه ذره بهتر از اون چیزی که هست بکنید. کار دولت و تنهایی نیست، کار شرکت خصوصی به تنهایی نیست، کار یه شخص یا گروه اشخاص به تنهایی نیست. همه باید ذره ذره هر کدوم یه بخش کوچیکشو سعی کنیم بهتر بکنیم و از خودمون شروع بکنیم. وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم. ممنون که توجه کردید به صحبت ها و امیدوارم از بقیه کنفرانس لذت ببرید. این ارائه رو من به صورت ضبط شده در اختیارتون گذاشتم. الان تو صورت فکر میکنم تازه من بعد از خواب بیدار شده باشم وقتی شما اینو ببینید. موفق باشید و روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.